بررسی ابعاد بیداری اسلامی در همایشی که به همت فراکسیون بیداری اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، دکتر ولایتی نیز در این همایش گفت پایه مردم سالاری دینی بازگشت به ارزش‌های اسلامی است و منشأ قیام‌های منطقه بدون تردید انقلاب اسلامی ایران است. این بحث بیداری اسلامی شد، به نظرم جا داره که بحث خماریش هم بشه. الان شما خود وضعیت منطقه رو بسوک، منشأ جمهوری اسلامیه، خود سر اون لولو باز گذاشتن دم اون منشأ دیگه که خود دودو بگیری در نره. البته مسائل منطقه این روزا از یه جنس دیگه ایه که تا حالا تو بازار نبوده، این جنسش قاطی داره، خود گلو رو هم اذیت میکنه. حالا این واسه آتیشی که تو سوریه افتاده، این آتیش نباس بگیره به خود متا خود پول خورده بالا، یه خوره که طرف باد کنه کافیه، خود جیزی بیلیز میکنه چیکه میکنه حروم میشه دیگه. سیاست خارجی نظام هم این روزا رو چیه؟ رو دود و دمه که ما از دوران طفولیت با همین آقای بشار کار دود رو شروع کردیم، قرارم باشیم روزای تعطیل بکشیم. حالا از شانسمون خوردیم به این تعطیلات عید که دیگه 13-14 روز پشت سر هم دیگه پابند قضیه شدیم تا همین الان که دیگه اسیرش. استعداد منم سر داستان سیاست خارجی خود مقام عضوا کشف کرد. یه بار به هم گفت با 45 و 46 و 47 و 48 جمله بسان. یه دفعه فکر کردم گفتم 45 میکشی، 46 میشکنی، 47 نمیزنی، 48 ناراحت. البته خب حق میدم به ایشون که اینجوری باشه. من یه توصیه هم به همین سران عملی کشورهای منطقه، اهم از اونایی که مشامی حال میکنن یا پامنقلی یا بمبی، اینا اینه که به این اقتدا کنن به مقام عظما. خب این گوشه نل بکشون یا با چای حلی ببرن، خب حله دیگه چی میخوان آخه دیگه؟ به جای قندم میتونن با خورما بخورن، چون هم انرژی داره هم هسته. در خصوص اولات بیداری اسلامی در منطقه گفتگو میکنم با دو تن از کارشناسان عرب در دمشق و قاهره. آقای محمد ثروت در قاهره و آقای حسین مرتضی در دمشق. به هر دوی شما سلام میگم. سلام عرض میکنم. بنده حسین مرتضی، کاردار محترم سفارت محترم جمهوری محترم اسلامی ایران هستم. محترم، میخواستم یک گزارش دقیقی از وضعیت سوریه بهتون بدم. عرض کنم خدمتتون که سوریه این روزها بسیار بسیار آرامه، بسیار آرام. قبلا یه هرازگاهی یه صدای بادی هم می اومد، الان دیگه همون هم نیست. یعنی اینقدر ثبات هست که اصلا قرار جام جهانی تو همین دمشق برگزار بشه. البته گاهن یه سری سر صداهایی میشه، دعواهای خانوادگیه، تو دنیای عرب رسمه. مثلا خانواده عروس و داماد با هم که دعواشون میشه میان تو خیابون سر صدا میکنن، که موضع جمهوری اسلامی هم طرف خانواده داماد یعنی خاندان اسدی. البته الان خانواده عروس و داماد آشتی کردن، الان یه سری اغتشاشگر آشوب طلب از وابستگان جریان انحرافی به سرکردگی رژیم بعثی صهیونیستی استکبار جهانی دارن سوء استفاده میکنن، که البته ما در این توطئه کامل پشت بشار اسد هستیم. حالا پشتش هم نیستیم، ما اون فاصله لازم رو حفظ میکنیم. این دخالت آشکار مردم سوریه در امور داخلی سوریه است که ما اینم محکوم میکنیم. بله همونطور که میبینید پرچم استکبار جهانی رو اینجا آتیش زدن. شاید پرچم جمهوری اسلامیه. بله این محکومیت یه قسمتش برای بشار اسد هم خب میگیره دیگه، که لااقل باید این گوش کنه که ببینه مردم چی میگن. مردم هم باید گوش کنن که ببینن مقام عظما چی میگه. بله همونطور که میبینید به سفارت کشورهای غربی حمله کردن، به یکی رو اینجا این که اکبر ماست که بابا ناکس، تو سفارتهای غربی چی کار میکردی؟ بله بابا پاشو لااقل بهشون بگو سفارتهای غربی دو تا کوچه پایین تره دیگه. با
بله ما ورود اشتباهی مردم سوریه به سفارت جمهوری اسلامی رو در همین نقطه محکوم میکنیم. آقا چرا با کفش اومدی اینجا؟ اینجا نماز میخونم مثل اینکه عجب داستانی داریم. بله داشتم درباره اوضاع آروم سوریه با اون باده صحبت میکردم. در همین مورد من میخواستم بگم که اگر خیلی متشکرم از زحمات دوستان به خاطر تعامل سمبولیکی که با جمهوری اسلامی برقرار کردن. این وضعیتی که شما میبینید نشان دهنده ظرفیت‌های عظیم دیپلماتیک جمهوری اسلامیه. دوستان سوری حالا از این قسمت شروع کردن که شما میبینید در روزهای آینده این باد به صورت رگبارهای پراکنده اقصا نقاط دیپلماتیک بنده رو در می‌نورده. فقط به اون اشکول کراوات قرمزم که همینجور داره بربر منو نگاه می‌کنه ببین که نوبت بعدی نوبت توئه ها. فهمیدید؟ آقای محترم آقا اوضاع آرومه. شما لطف کنید بگید که اوضاع آرومه. بله.